درود بر شما، دنیز هستم و به کانال دنی بورس خوش اومدین. در این برنامه میخواییم بپردازیم به ادامه حکومت ساسانیان. در سال 292 میلادی بعد از درگذشت بهرام دوم، پسر نوجوان اون به نام بهرام سکانشاه با حمایت یک سردار بزرگ به نام وهونام یا همون بهنام به پادشاهی رسید. در این میان پادشاه میشان به نام آذرفرنبغ و عده‌ای از درباریان هم از اون طرفداری می‌کردند. این پادشاه جوان با عنوان بهرام سوم به مدت 4 ماه پادشاه ایران بود، اما در این میان قدرت در دستان وهونام قرار داشت. در این میان عده دیگه‌ای از بزرگان ایران جلسه‌ای برگزار کردند و در اونجا گفتن بهرام سوم شایستگی شهریاری رو نداره و به زودی وهونام پادشاهی رو غصب خواهد کرد. آنگاه نرسی پسر شاپور اول رو به عنوان پادشاه ایران انتخاب کردند و بهش پیغام دادن که به ایران شهر بیاد و کشور رو نجات بده. نرسی قبلا پادشاه ارمنستان بود، اما بعد از اینکه در سال 288 میلادی ارمنستان به دست رومی‌ها تصرف شد، اون به آذربایجان رفت و در اونجا زندگی می‌کرد و بعد از اینکه نرسی پیغام بزرگان ایران رو دریافت کرد، به طرف تیسفون حرکت کرد. از این طرف هم عده‌ای از بزرگان ایران برای استقبال از نرسی از تیسفون بیرون رفتند و در نزدیکی قصر شیرین و در محلی به نام پایگیری به اون رسیدند و مراسم استقبال رو به جا آوردند. سپس نرسی به تیسفون رفت و در اونجا به بزرگان و درباریان ایران گفت برای انتخاب پادشاه خوب فکر کنید و تمام شرایط لازم برای جانشینی رو در نظر بگیرید. بزرگان ایران هم گفتند به غیر از اون هیچ کس دیگری رو سزاوار پادشاهی نمیدونن. به این ترتیب نرسی در سال 293 میلادی بر تخت پادشاهی ایران نشست و به همین مناسبت دستور داد یک برج یادبود در پایکولی بسازن و علاوه بر اون یک کتیبه هم از خودش به جا گذاشت که به کتیبه پایکولی معروفه. اون در این کتیبه نحوه به پادشاهی رسیدن خودش رو شرح داده و این کتیبه یکی از مهمترین اسناد کتبی ایران باستانه. نرسی در آغاز پادشاهی خود وهونام و آذرفرنبغ رو مجازات کرد و بعد هم اوضاع داخلی کشور رو سر و سامون داد و دست کرتیر و سایر موبدان رو از قدرت کوتاه کرد. در این زمان یک شاهزاده اشکانی به نام تیرداد با حمایت دولت روم پادشاه ارمنستان شده بود و هر سال به مرزهای ایران حمله می کرد و شهرهای آذربایجان رو غارت می نمود. برای همین هم نرسی برای پس گرفتن ارمنستان و تنبیه تیرداد به اونجا لشکر کشید. از اون طرف امپراتور روم به نام دیوکلیسان دامادش گالریوس رو با یک سپاه نیرومند به کمک تیرداد فرستاد و دو سپاه ایران و روم در نزدیکی حران به هم رسیدن و در یک نبرد سخت نرسی پیروز شد و سپاه روم رو نابود کرد. اما یک سال بعد امپراتور روم دو سپاه کارآزموده برای حمله به ایران آماده کرد و فرماندهی یک سپاه رو به گالریوس داد و فرماندهی سپاه دیگر رو هم خودش بر عهده گرفت. در این موقع نرسی با سپاه خودش در نزدیکی ارمنستان در کنار یک رودخانه اردو زده بود. گالریوس هم در ابتدا با پرچم‌های صلح نزدیک اردوی ایران شد و بعد با یک حمله غافلگیرانه تونست که سپاه ایران رو شکست بده. کلاوس شیپمان نوشته این جنگ در حوالی شهر ارزروم و در آناتولی شرقی رخ داد. در این جنگ که نرسی به شدت زخمی شده بود تونست فرار بکنه، اما همسرش بانو آرسانیس به همراه چند تن از فرزندان نرسی در اونجا اسیر شدن و اردوی ایران غارت شد و گالریوس بعد از این پیروزی به خودش سرور ایران لقب داد. پتروس پاتریس تاریخ نویس رومی نوشته این پیروزی که توسط گالریوس به دست اومده بود امپراتور روم دیوکلیسان رو به ترس انداخته بود، چون اون از جاه طلبی های داماد خودش آگاه بود. شاید هم فکر میکرده بعد از این پیروزی گالریوس بخواد جای اون رو بگیره. ضمن این که بهش خبر دادن نرسی در حال جمع‌آوری سپاهه و البته این بار غافلگیر نخواهد شد. بعد از اینکه نرسی سپاهش رو آماده کرد، قبل از شروع جنگ یک سفیر نزد امپراتور روم فرستاد و این سفیر به امپراتور گفت ایران و روم مانند دو ستاره درخشان هستند و به اندازه دو چشمان یک تن به هم نزدیکند و نباید همدیگر رو نابود کنند.
و بعد از مذاکرات فراوان یک قرارداد صلح بین طرفین امضا شد و خانواده نرسی هم به ایران بازگشتند و ایران قبول کرد که در کارهای ارمنستان و گرجستان دخالت نکنه. ضمن اینکه ایران 5 شهری که در سوریه در اختیار داشت رو هم به روم واگذار کرد. این صلح که در نصیبین برقرار شد برای رومی ها بسیار خوب بود و منافع اونها رو تامین میکرد. برای همین صلح تا 40 سال ادامه پیدا کرد. بعد از این ماجرا نرسی که بابت این شکست بسیار ناراحت بود، حکومت رو به پسرش هرمز واگذار کرد و مدتی بعد هم در تنهایی درگذشت. و اکثر تاریخ نویسان در مورد نرسی گفتن که اون از قصه دقمرگ شد. بعد از مرگ نرسی، پسرش هرمز با عنوان هرمز دوم در سال 301 میلادی به پادشاهی رسید. هرمز دوم به عدالت و نیکخواهی معروف بود و نسبت به بزرگان خشن و سختگیر بود و نسبت به مردم عادی عادل و باگذشت. برای همین هم بزرگان و اشراف از اون ناراضی شدند. به طور کلی هرمز دوم در میان درباریان برای خودش دشمن زیاد درست کرده بود و برای همین هم یک روز در شکارگاه کشته شد و به سرنوشت هرمز اول دچار شد. در مورد مرگ هرمز دوم بلعمی نوشته اون در جنگ با اعراب در سوریه کشته شد و دینوری نوشته اون در جایی در مرز کشته شد. اما نولکه این روایت ها رو قبول نداشت و نوشته که این داستان ها رو برای موجه جلوه دادن دشمنی شاپور دوم با اعراب ساختن و چون بزرگان کشور از هرمز دوم ناراضی بودن اون رو در جایی غافلگیر کردن و کشتن و تقصیر رو هم گردن اعراب بیابانی انداختن. بعد از درگذشت هرمز دوم در سال 301 میلادی پسرش آذرنرسی به پادشاهی رسید، اما اون هم نتونست با بزرگان و اشراف مدارا کنه. برای همین هم اون رو کشتن و از سایر پسران هرمز هم یکی رو کور کردن و دیگری رو به زندان انداختن. بعد هم یکی از زنان هرمز رو که باردار بود رو به عنوان نایب پادشاه انتخاب کردن و قرار شد که اگر فرزند به دنیا اومد و پسر بود اون فرزند پادشاه ایران بشه. بعد هم چون بزرگان و درباریان نمیدونستن که این فرزند پسر خواهد بود یا دختر، از یک موبد رازدان خواستن که آینده رو پیشگویی کنه و این موبد که همیشه پیشگویی های درستی انجام میداد در این باره گفتش که فرزند ملکه پسر خواهد بود. برای همین هم بزرگان ایران بیدرنگ تاج پادشاهی رو بالای سر ملکه آویختند و بعد از اینکه فرزند به دنیا اومد نام فرزند رو شاپور نهادند. همه تاریخ نویسان ایرانی این روایت رو که شاپور دوم قبل از به دنیا اومدنش برای پادشاهی انتخاب شد رو قبول دارن، اما تاریخ نویسان رومی روایت دیگری دارن. یک تاریخ نویس رومی به نام زوناراس نوشته بعد از مرگ هرمز دوم پسر بزرگتر اون به نام آذرنرسی پادشاه ایران شد، اما چون خشن و سنگدل بود اون رو از پادشاهی انداختن و پسر دیگر هرمز به نام شاپور رو بر تخت نشوندن. شاپور دو برادر دیگر هم داشت و کسانی که شاپور رو به پادشاهی رسونده بودند یکی از اون دو برادر رو کور کردند و دیگری رو هم به زندان انداختن و اون برادری که در زندان قرار داشت نامش هرمز بود. زوناراس در ادامه گفته همسر هرمز به نگهبانان زندان مقداری پول داد تا اجازه بدن اون هرمز رو ملاقات کنه و در شکم یک ماهی پخته یک سوهان قرار داد و برای هرمز برد و هرمز با استفاده از این سوهان زنجیرهای خودش رو برید. از اون طرف هم مادر هرمز مقدار زیادی غذا و شراب برای نگهبانان فرستاد و وقتی اونها مست شدن هرمز از زندان خارج شد و چند تا از دوستانش که در کنار زندان منتظر اون بودن به اون لباس خواجه های حرمسرا رو پوشوندن و اون رو به ارمنستان بردن و پادشاه ارمنستان که از دوستان هرمز بود اون رو نزد امپراتور روم فرستاد و امپراتور روم هم با خوشحالی از اون استقبال کرد و به اون مقام مهم میداد. چند تا تاریخ نویس دیگه هم این روایت رو تأکید کردن، از جمله آمیانوس که خودش هم عصر شاپور دوم بوده و این هرمز رو هم به خوبی میشناخته. به هر حال اونچه که معلومه اینه که شاپور دوم
از سال 309 تا سال 379 میلادی به مدت 70 سال پادشاه ایران بود و چون مادر اون از بازماندگان شاهزادگان اشکانی بود، خاندانهای سورن، مهران و قارن از پادشاهی اون حمایت می‌کردند. در اولی سالهای پادشاهی شاپور دوم، قدرت در دست بزرگان ایران قرار داشت و در این زمان ایران و روم در حال صلح بودند و خطری از جانب مرزهای غربی ایران را تهدید نمی‌کرد. اما عده‌ای از عرب‌های بیابانگرد از کرانه‌های جنوبی خلیج فارس به خوزستان و فارس حمله کردند و در آنجا مشغول قتل و غارت بودند. طبری نوشته دشت تازیان در نزدیک ایران بود و مردم اونجا تنگ دست بودند. اونها از راه دریا گذر کردند و به ساحل فارس رسیدند و در اونجا گله‌های چهارپایان و زندگی رو از مردم گرفتند و تباهکاری‌های فراوانی انجام دادند و چون تاج ایران بر سر یک کودک بود از اون نمی‌ترسیدند. علاوه بر عرب‌ها که مرزهای جنوبی ایران رو مورد هجوم قرار داده بودند، در مرزهای شرقی هم کوشانی‌ها از ضعف حکومت استفاده کردند و به دنبال کسب قدرت بودند. در این زمان مادر شاپور دوم به نام ملکه ایفراهورمز نایب پادشاه بود و به همراه عده‌ای از بزرگان کشور رو اداره می‌کردند. اما بی‌لیاقتی اونها کشور رو به هرج و مرج انداخته بود. آقای زرینکوب نوشته امور جاری کشور با اختلال روبرو نبود، اما در مواقعی که حوادث ناگهانی رخ می‌داد، اونها نمی‌تونستن با این حوادث مقابله کنند. به هر حال این وضعیت ادامه داشت تا اینکه شاپور به سن 16 سالگی رسید و خودش رو برای به دست گرفتن زمام قدرت آماده دید. شاپور در اولین قدم تصمیم گرفت قبیله های عرب که پارس و خوزستان رو غارت می کردن رو تنبیه بکنه و برای این کار یک لشکر کوچک اما کارآزموده تشکیل داد و به طرف کرانه های خلیج فارس به راه افتاد. برنامه امروزمون هم همینجا به پایان رسید. اگر ویدیومون رو دوست داشتید حتما لایک بکنید و برامون کامنت بنویسید و اگر تازه وارد کانال ما شدید یک سری به پلیلیستای ما بزنید و کانال ما رو هم سابسکرایب کنید. ممنون از توجهتون و تا برنامه دیگه، بدرود.